زنده باشی. کلاس چندمی سال نجا؟ سوم. سوم. تو هم مدرسه ایرونی میری ها؟ بعد به جز زبون فارسی چه زبون دیگه ای تمرین میکنین تو مدرسه؟ انگلیسی. انگلیسی؟ باری کلا. مثلا اینا مهد کودک روسی رفته، سبیه روسی رفته. خیلی روسیش خیلی قوی خوب بوده. ولی خب اینجا تاجیکستان یک بدی داره. بعدیش اینه که اگه شما زبان روسی یاد میگیرید استفاده نمی‌کنی، چون آره. با تاجیک شما روسی صحبت نمی‌کنه، هم زبانی دیگه. درسته. برای همین روسی فرار هست، اصلا زبان فراره. وقتی استفاده میشه فراموش میشه. ولی مثلا اینا روسیش خیلی قوی، حالا یک ماه که توی محیط روسی قرار بگیره بدون اکسن روسی صحبت. واو. و چه خوردم چهره خودش، البته جفت بچه‌ها خیلی سفید و مثل خود روسی هم هستن که مقداری این بر می‌خورن تو جامعه راحت‌تر. بیبلیر فیل د پاور. یه سری اصطلاحات قشنگی تاجیکی‌ها دارن که اصلا برای ماها خیلی سورپرایز کننده است شنیدنش. الان یه داستانی رو شما داشتین میگفتین نسبت به کلمه روشن کردن چراغ و خاموش کردن، اینو خواهش می‌کنم بگی دوباره. بعضی اصطلاحات هست که واقعا فارسی اصیله. بله. خب تغییراتی داره بین تاجیکستان و تاجیک‌ها و ایرانی‌ها. بعضی اصطلاحات خوب و تاجیک‌ها از ایرانی‌ها می‌گیرن. بله. بعضی اصطلاحات خوب هم ایرانی‌ها از تاجیک‌ها می‌گیرن. بله. مثلا چرخبال، همون هلیکوپتری که ما می‌گفتیم، مثلا تاجیک‌ها میگن چرخبال. بله. الان تو ایران هم چرخبال شده. یک روز یه خاطره هست، دو تا دوستای تاجیکی من اومده بودن ایران تهران، بعد با هم رفتیم گفتم ما لوستر می‌خوایم بخریم. ما رفتیم یک فروشگاه بزرگ لوستر فروشی و بعد این دوست تاجیکی ما که خیلی بچه شوخ و حاضر جوابی هم بود گفت که آقا همین لوستر رو تو روشن می‌کنی، بعد اون گریان می‌کنی. بعد اون آقای ایرانی نفهمید، گفت گریانش، گفت یعنی روشن کن. بعد اونم خیلی شوخ بود، گفتش که شما فارسی ما رو خراب کردید، روشن روشن کن، فروزان کن، گریان کن، چیه اصلا حرفت بدی. بعد اون گفتش ببخشید اگه به شما یک برق 220 بس کنن گریان میشه یا فروزان میشه. بعد اون گفتش که راست میگی باش، ماشاءالله جفتشون از پس هم بر اومدن حسابی جالبه. خواهش میکنم، محبت میکنی، مرسی. من سوال ازتون داشتم. خواهش. شما که توی تلویزیون من آهنگاتون رو دیدم، میتونین یک آهنگ کوتاهی برام بخونید؟ ای بگم خدا چی کار است با تو ساکت نشستی یه حد زدی به این سوال. رامی شما اینو you set them up to do this ها؟ کجا زیم؟ عجب کلکی هستی تو. مرسی، دستتون درد نکنه. من قند نمیخورم، مرسی. این شکلات ها اینجا ضرر کافی به هم زده الان. مرسی. انقدر تو ماشین تو را که میمدیم اینجا از ما خوندن گرفتن، من دیگه کم کم فکر میکنم مردم میگن اینا چقدر بیکارن، هر ثانیهی بلشون میکنن میخونن. حالا بذار یه چند تا داستان دیگه بابا بگه، طرف های اواخر صحبت همون یه کوچولویی هم میزنیم میخونیم با هم. شما توی دوره هم تشریف داشتی؟ آره چند دفعه اونجا بودم. بله، ما همیشه شوهای شما رو از کانال نکستان نگاه میکنم. تشکر، زنده باشید، خواهش میکنم. خب آقای صدرالدین، شما گفتین که کودک ها هستن و خانواده های تاجیکی معمولا کودک بسید. کودک میکنم تاجیکی هم زنده بروقترم توی میکنن. خیلی خوب حرف میزنم. آره بابا با 20 ساله اینجاست ماشاءالله دیگه. هزار باشه. بعد وقتا توی میکنن و معمولا بچه های کلان هم دارن. شما بیشتر الان در تاجیکستان زندگی میکنین یا بیرون هم بگم برامد و چی داری؟ من بسیاری وقت در تاجیکستان هستم و چون در موسم داره ما موسم عروسی ها که شروع میشه دیگه نمیتونیم هیچ جایی بریم. دو موسم میشه که تا پنج ماه شب و روز هر روز عروسی داریم. برای این بیشتر در تاجیکستان هستیم. وقتی خالی پیدا میشه گاهی میشه اون کنسرت روسیه میریم، یکی یک دفعه در لندن بودم و زیادتر. به زودی حالا میخواد یه بانک بزنه به نام بانک صدرالدین. یه ماه پنج ماه پشت سر هم تخت گاز کار میکنن دیگه کم کم صد هزار هم به تو میدم. من خواننده‌های ایرانی که میان تاجیکستان خیلی اومدن. بله بله. از جمله شما که با هم کنسرت‌های خیلی قشنگی هم خواهش می‌کنم. خواهش. استقبال خوبی هم میشه. بله. من احساس می‌کنم همیشه تو اون کنسرت‌ها یک خواننده تاجیک هم میاد همراهی و همراهی و به قول معروف همخوانی می‌کنه. بله. من احساس می‌کنم اگه آقای صدرالدین بتونه مثلا با یه گروه ایرانی هم کارهای مشترک انجام بدن
من فکر می‌کنم این باعث میشه که مخاطبین بیشتری بیشتری پیدا بشه و مخاطبین بیشتری.